پیمان معادی و صحبتاش درباره فیلم عنکبوت مقدس و زهرا امیر ابراهیمی. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. سلام چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. شب گذشته پیمان معادی لایو تو این اینستاگرام گذاشت که صحبتایی رو درباره موضوعات مختلف انجام داد، به خصوص حواشی جشنواره فیلم کن که فیلم ایرانی برادران لیلا با بازی پیمان معادی و ترانه علیدوستی خیلی حاشیه ساز شد و همینطور فیلم عنکبوت مقدس با بازی زهرا امیر ابراهیمی که راجع به این موضوعات صحبت کردش پیمان معادی. و وقتی ازش درباره فیلم عنکبوت مقدس پرسیدن گفتش که من فیلم رو به صورت کامل تو جشنواره ندیدم، ولی خب کلیپای 15-20 دقیقه از فیلم دیدم، حالا بیشتر از چیزی که توی تیزرها در اومده رو از فیلم دیدم و خیلی نمیتونم راجع به فیلم صحبت کنم چون محتواشو به صورت کامل نمیدونم چیه، ولی از نظر خود فیلم سازیش بخوام بگم یه فیلم متوسط رو به ضعیفه و نمیتونیم جز فیلم‌های قوی اونو به حساب بیاریم. حالا اینم که جایزه گرفته توی جشنواره کن، احتمالاً به خاطر سیاست‌های جشنواره است که عاشق جایزه دادن به فیلم‌های این تیپی هستش، ولی خب من میتونم فیلمو از نظر فیلم سازی یه فیلم ضعیف متوسط بدونم. درباره توهینی هم که این فیلم کرده، چون نمیدونم و ندیدم فیلم رو، نمیتونم نظر دقیق بدم، ولی اگه قطعاً توهین شده باشه من کاملا مخالف هستم و کاملا محکوم میکنم این توهین کردن رو، به خصوص هم که به یه جمعیتی از مقدسات یه سری از افرادی که ایرانی هستن توهین شده و من این رو نمیتونم درک بکنم. بریم قسمت‌هایی از صحبت‌های پیمان معادی رو درباره فیلم عنکبوت مقدس و زهرا امیر ابراهیمی بشنویم. پیمان، درباره عنکبوت مقدس صحبت کنیم. فیلمو اونجا دیدی؟ نه. فیلمو ندیدم، ولی صحنه‌های دیدم. یعنی بیشتر از تیزر و بیشتر از این چیزایی که در اومد دیدم. مثلا در حد مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه از فیلم دیدم. قصهشو میدونستم. دیدم چیزی که من صحنه‌ای که دیدم بسیار فیلم معمولیه به لحاظ ساخت و دکوپاژ و میزانسنی. به نظر من بسیار بسیار فیلم دم دستی بود. راستش رو بخوام به نظر من تاثیرگذاری خیلی بالایی نمیتونه داشته باشه اون ساخت، بخاطر موضوع ملتهب جشنواره کن. بالاخره عاشق این چیزا هم هستن، یه چهار تا از این چیزا هم انتخاب بکنن. واقعا من دلیل بسیار مهم جایزه خیلی خوشحال شدم برای زهرا امیر ابراهیمی، ولی نه این فیلم رو دیدم نه بازی زهرا امیر ابراهیمی رو درست دیدم و نه فیلم های دیگه جشنواره رو دیدم. نمیدونم که توهین آمیز بوده یا نه، میگن بوده، ولی سوالم این است که خب یه سری مسئولین که رفتن دیدن این فیلم بعد میگن ندیدیم، میگن هیچ کدوم ندیدیم. پس برای چی رفتن اونجا که یه همچین فیلم به این مهمی رو نبینن؟ مثل که پوستر فیلم در اومده و پوستر فیلم نشون دهنده. من نمیدونم، شاید بوده، شاید توهین‌آمیز بوده، شاید هم میگم من ندیدم نمیتونم بگم. اگر توهین‌آمیز بوده بسیار متاسفم. اصلا کسی هیچ کس حق توهین کردن و به باورهای اینقدر قوی مردم نداره، اونم از مردم سرزمین خودت. این که دیگه اگر بوده اصلا در میلیارد مورد تایید من نیست. اصلا بهترین فیلم میگم، من که در 15 دقیقه دیدم به نظرم بسیار فیلم ساخته در بهترین حالتش معمولی داشته، اصلا به لحاظ ساخت به نظر من در حد کن و اینا نبوده. ولی اگر توهین هم کرده که معلومه من یک در میلیارد کنار این فیلم نمیتونم وایستم و تاییدش کنم، حتی نگاش نمی کنم. اینو واقعا میگم نگاه نمی کنم. نه، من هر فیلمی که بخواد فارغ از مسائل هنری قصه اجتماعی هنری باشه وقتشو ندارم نگاش کنم. ما واقعا مگه وقت داریم که هر چیزی بشه نگاه کنیم؟ خب رفقا، نظرتون راجع به صحبت‌های پیمان معادی چی؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.